تلاش داعش برای سربازگیری در مناطق شمال شرقی افغانستان. سفیر بریتانیا در تاجیکستان به رسمی شناختن حکومت طالبان به معنای مشروعیت دادن به گروه های هراس افغانی است. انفجار ماین کنار جاده هنگام عبور رنجر طالبان در ننگرهار تلفاتی را بر جا گذاشت. ادعای کشته شدن یک کوچی در سال 1383 به ساکنان ناور غزنی 5 روز مهلت پرداخت خونبها داده شد. ایران به زودی میزبان وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهیم بود. سلام، به کانال یوتیوب افغانستان اینترنت تیوی خوش آمدید. رئیس سابق کمیته دفاعی مجلس نمایندگان حکومت پیشین در اظهاراتی بیان داشت که گروه داعش اکنون تلاش دارد تا جوانان در شمال شرقی افغانستان را در نیروهای خود جذب کند. به گزارش اسپوتنیک، میر حیدر افسنی، رئیس سابق کمیته دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان گفت شاخه خراسان گروه تروریستی داعش در تلاش است تا مواضع خود را در شمال و شرق افغانستان تقویت کند. افسلی در توییتر خود نوشت دولت اسلامی یعنی داعش در حال تلاش برای جذب جوانان در مناطق شمالی و شرقی کشور است. خطرناکترین اعضای داعش که در گذشته توسط نیروهای افغان دستگیر شده بودند از زندان آزاد شدند و آنها اکنون از جوانان درخواست می‌کنند که با آنها همکاری کنند. پیشتر برخی کارشناسان افغان خاطرنشان کردند که در جریان تصرف افغانستان توسط طالبان در پی خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور زندانیان از جمله صدها نفر از حامیان داعش آزاد شدند. به گفته افسلی داعش هنوز سلاح‌ها و شرایط بهتری ندارد، اما به گفته وی ممکن است در آینده شرایط تغییر کند. گفتنی است در حالی که گروه داعش در پی کشتار نمازگزاران شیعه در قندوز و قندهار این طایف مذهبی را به تشدید حملات بیشتر تهدید کرده، مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی میگوید تهدید داعش در حال حاضر در افغانستان جدی نیست. تا یک هفته 2 مسجد شیعیان در قندوز و قندهار هدف حملات مرگبار قرار گرفت که در نتیجه آن بیش از 300 نفر کشته و زخمی شدند. سفیر بریتانیا در تاجیکستان به رسمی شناختن حکومت طالبان به معنای مشروعیت دادن به گروه های هراس افغانی است. ظاهر اکبر سفیر افغانستان در تاجیکستان در صفحه فیسبوکش نگاشته که در دیدار با تیم جونز، سفیر جدید بریتانیا در تاجیکستان روی وضعیت جاری و تحولات سیاسی افغانستان گفتگو نموده است. آقای اکبر به نقل از تیم جونز افزوده که کشورها در نشست G20 روی مشروعیت و رسمیت طالبان بحث خواهند کرد. همچنان در متن آقای اکبر به نقل از سفیر بریتانیا در تاجیکستان آمده است که هنوز اکثر رهبران طالبان در لیست سیاه سازمان ملل ثبت است و آنها با شبکه‌های هراس افغانی عملاً همکاری دارند. در پایان این نشریه فیسبوک ظاهر اکبر افزوده شده که آقای جونز به رسمی شناختن طالبان را به معنای مشروعیت دادن به گروه‌های هراس افغانی دانسته و گفته است که تمام تسلیحات نظامی قوای مسلح در اختیار یک گروه هراس افغانی است که بدون شک خطر برای منطقه و جهان خواهد بود. انفجار ماین کنار جاده هنگام عبور رنجر طالبان در ننگرهار تلفاتی داشته است. حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر هنگام عبور رنجر طالبان در حوزه 5 شهر جلال آباد در نزدیکی منطقه ایستگاه موترهای کابل یک ماین کنار جاده منفجر شده است. یک منبع در بیمارستان منطقه ننگرهار که نخواست نامش گرفته شود با ماج نیوز گفت که 2 غیر نظامی از محل حادثه به بیمارستان منتقل شدند. مقامات امنیتی ننگرهار تا هنوز در مورد این رویداد اظهار نظری نکردند و همچنان هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ادعای کشته شدن یک کوچی در سال 1383. منابع مردمی در ولایت غزنی میگویند که کوچی‌ها با حمایت از مسئولان محلی گروه طالبان به خاطر کشته شدن یک فرد مسلحشان در ولسوالی ناور این ولایت از ساکنان محل 11,500,000 کلدار خونبها طلب کردند. 2 ساکن روستای قریه ولسوالی ناور روز یکشنبه 25 میزان بر روزنامه اطلاعات روز گفتند که برای پرداخت این مبلغ تا روز جمعه 30 میزان به آنان مهلت داده شده است. این مبلغ در افغانی بیش از 5,600,000 می شود.
به گفته آنان ساکنان این روستا موظف شدند تا این مبلغ را در ازای ادعای کشته شدن یک کوچی در منطقه ایشان پرداخت کنند. کوچی ها مدعی شدند که این فرد در سال 1383 خورشیدی در درگیری با نظامیان حکومت پیشین در قوریا کشته شده است. همچنین کوچی ها ادعا کردند که 20 میل اسلحه ایشان در آن هنگام هم در این روستا مفقود شده است. به گفته ساکنان قوریا، مسئولان محلی طالبان در ناور شماری از افراد را تحت نام مسلحین موظف به بررسی این موضوع کرده بودند و آنان فیصله کردند تا مردم محل این مبلغ را به عنوان خونبها به کوچی ها پرداخت کنند. به گفته آنان طالبان به اهالی روستای قوریا دستور دادند که بعد از ختم مهلت تعیین شده ابتدا 20 میل اسلحه و سپس مبلغ فیصله شده را از مردم گرفته و به کوچی ها می دهند. همزمان با این شماره ساکنان منطقه گرماو ولسوالی ناور در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفتند که طالبان از آنان خواسته تا به این گروه حدود 30 میل اسلحه بدهند. یک ساکن این منطقه بر روزنامه اطلاعات روز گفت که طالبان آنان را تهدید کردند که تا چند روز دیگر این تعداد سلاح را باید پیدا و تحویل دهند. او افزود که طالبان تاکید کردند که اگر 30 میل اسلحه را پرداخت نکنند آنان را مجازات می کنند. روزنامه اطلاعات روز اما علی‌رغم تلاش های مکرر موفق نشد تا در این مورد دیدگاه مسئولان محلی طالبان را بگیرد. ادعای طلب خونبها در حالی توسط طالبان در ناور غزنی مطرح می شود که روز گذشته منابع مردمی در ولایت غور تایید کردند که گروه طالبان به خاطر کشته شدن دو نیرویشان در شهر فیروزکو مرکز این ولایت از ساکنان محل حدود 1.5 میلیون افغانی خونبها طلب کرده است. به گفته آنان این افراد طالبان قبل سقوط غور به دست این گروه در روستاهای قندسنگ و شورک شهر فیروزکوه کشته شده بودند. طالبان تا کنون 509,000 افغانی از ساکنان این روستا خونبها گرفته است. ایران به زودی میزبان وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهیم بود. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که این کشور چهارشنبه هفته آینده میزبان نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان درباره تحولات این کشور خواهند بود. خطیب‌زاده گفت هفته آینده میزبان وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به صورت حضوری خواهیم بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین اعلام کرده که این کشور در نشست مسکو در مورد افغانستان نیز شرکت می‌کند. نشست مسکو بر روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود و در آن علاوه بر طالبان و مقام‌های روس، نمایندگان شماری از کشورهای منطقه نیز حضور خواهند داشت. آمریکا گفته است هنوز درباره شرکت در نشست مسکو تصمیم نگرفته است. خطیب‌زاده درباره ادامه جنایات تروریستی علیه شیعیان افغانستان نیز بیان داشت گروه طالبان مسئولیت مستقیم و ویژه در صلح و ثبات و آرامش مردم و سلامت تمامی گروه‌ها و اقلیت‌های افغانستان از جمله هزاره‌ها و شیعیان دارد. ایران حساسیت ویژه‌ای در این خصوص داشته است. از طالبان و طرف‌ها شنیده‌ایم که تمام تلاش خود را می‌کنند که چنین مواردی تکرار نشود. این بود خبرهای تازه از افغانستان. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم.